این روزها زنجیره گرانی ها دوباره بر گرده مردم ایران تنگ میشه. مسکن، قطار، نان، سوخت و انواع نیازهای پایه برای زندگی مردم. اما مگه رژیم نمیدونه این گرانی ها خودش عامل یک خطر جدی اجتماعی است؟ مگه تجربه قیام آبان 98 رو نداره که چطور با افزایش قیمت بنزین هزاران بانک و مرکز حکومتی و پاسکا و کلانتری نظام رو خاکستر کرد؟ پس چرا دوباره رو به گرون کردن آورده برای بررسی پاسخ این سال آقای حسین میرداماد همراه ما هستند سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ما سلام سلام خدمت شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی در هر کجایی که هستند بله امروز روحانی در صحبتهایی که در جلسه ستاد اقتصادی کابینش بود اینطور گفت گفتش که تحت سختترین تحریم ها هستیم افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست. برخی واسطه ها با آشفته کردن فضا قیمت مسکن رو افزایش میدن. مردم شاهدن که در تأمین اقلام مورد نیازشان با کمترین مشکل مواجهن. حالا عطف این نکاتی که روحانی توی صحبتاش گفته این صحبت ها یک تناقضی داره چون در یک جا میگه که شاهد افسایش قیمت هستیم از یک طرفی که اشاره میکنه میگه مردم در تامین مایحتاج خودشون و در واقع موضوعاتی که دارن با کمترین مشکل مواجهن خب این یک تناقضی داره این تناقض رو میشه شما برای ما توضیح بدید لطفا البته اینکه روحانی در صحبت هاش تناقض هست و پیوسته در واقع با دروغ و شارلاتان بازی حرف ها رو به هم میچسبونه این پدیده جدیدی نیست ولی اون چیزی رو که من الان میخوام خدمتتون بگم همین بخش آخر سوال شماست در مورد این که روحانی برگشته گفته که مردم برای تهیه اقلام مورد نیازشون کمترین با کمترین مشکل مواجه هست بله. که خب این اوج وقاحت و اوج در واقع مرز پاره کردن تو خاک پاشیدن تو چشم مردم در واقع ببینید همین این روزنامه های حکومتی تو همین این روزها خبرهایی که از خودکشی ها میاد خودکشی هایی که مادر سه تا بچه به دار میزنه برای اینکه پول نداره نون نداره به اینا بده تو همین روزنامه های حکومتی نوشتن دیروز نوشته که 23 درصد افزایش آمار خودکشی بر اثر فقر و نداشتنه میگه که در سال 97 صد هزار مورد خودکشی بوده ولی کارشناسا میگن کارشناسای خود رژیما میگه که از سال 94 تا 98 60 درصد آمار خودکشی افزایش پیدا کرده تو همین این امروز که من خدمت شما هستم قیمت دلار از 18 هزار تومن رد کرده همین امروز گزارش هایی که تلویزیون حکومتی از بازار داده مردم دارن میگن قیمت میوه چند برابر شده قیمت لوازم خونگی بین 100 درصد تا 50 درصد افزایش پیدا کرده قیمت مسکن سرسماور شده بسیاری مردم دارن میرن به سمت هاشیه شهرها مردم مشکل با کمترین مشکل مواجهند. شما ببینید در همین روزنامه حکومتی جهان صنعت امروز ورشه نوشته که ایران در رتبه گفته که اجازه بدین از روش بخونم بله. گفته روند اقدام به خودکشی در ایران نسبت به جهان قبلا میگفتند نکردن کنند نیست و ایران در رتبه 154 جهان با رتبه سوم خاورمیانه و کشور اسلامی قرار داشت اکنون همزمان با رشد ایران در قعر جدول رتبه شاخص فلاکت و صعود ایران به جایگاه دوم و رتبه اول خاورمیانه در شاخص فلاکت به سر میبره خب ببینید وضعیت طوری هست که الان هم مصرف کننده که مردم باشند متظررن و نمیتونن واقعا موادی بخرن و هم تولید کننده ها که مثلا کشاورزان باشن کشاورزی که تولید کرده پیاز رو باید هزار تومن میخره کیلویی میان دیویست تومن ازش میخرن اون میوهی رو که تولید کرده خود کشاورزه تو همین این گزارش که من امروز دیدم از تلویزیون رژیم میگفت من پنی هزار تومن هلو برام تموم شده بعد پنج هزار تومن از من میخرن میرن تو بازار میفروشن چهل هزار تومان در حالی که این پول سبد و کارگر و اینای من نمیرسه بنابراین با یک چنین وضعیتی اون وقت روحانی میاد میگه که مردم برای تا، تأمین اقلامشون با مشکل مواجه نیستن بله حالا سوال اینجاست که الان شما به درستی اشاره کردیم به آمار خودکشی ها و در واقع موضوعاتی که مردم دست به گریبان هستن در اثر این گرانی ها از یک طرف دیگه به آمار در واقع به اون نمونه ای اشاره کردین که قیمت میوه به عنوان نمونه از 5000 تومان به 40000 تومان رفته خب این قدرت خرید که کاهش پیدا میکنه آیا این میوه ها فاسد نمیشن خود همین به ضرر حکومت نیست ببینید مسئله اینجا الان اینه برای این رژیم اینه که چطوری پول برای خودش تامین کنه یک تهاجم اساسی همه جانبه کرده به دارایی های مردم برای اینکه جلو خفگی اقتصادیش رو بگیره برای اینکه بتونه صادر کنه همین میوه ها همین مواد غذایی و همینطور سایر مایحتاج تا اونجا که میتونه میزنه تو سر قیمت برای کی تولید کننده کشاورز هست از اون طرف قیمت چند برابر میبره بالا برای مصرف کننده ها و مردم خب ببینید وقتی که یک فضایی به وجود میاره به اصطلاح مشروعیت میبخشه برای صادرات قوت و لایموت مردم و اون چیزی که مردم باید بخورن که بتونه دلار کسب بکنه این در حالی مردم نمیتونن این کار رو انجام میده که دلارها رو میگیره و مردم واقعا به فقر و بدبختی اینطوری میرسن که از اون طرف چپاول مرز شکسته چه جور خونه ها میخرن 800 میلیارد تومانی دستگیره توالتاشون هم طلاست بسنی روکش طلا میخورن و غیره توی دادگاه این مردک که الان معاون قضایی بوده برمیگرده میگه که من دوستایی دارم که میتونن لواسونو، لواسون که یک تقریبا شهرک بزرگی هست با انواع اقسام روستاها و اینا میتونن لواسون رو به من هدیه بدن خب ببینید ما با یک چنین وضعیتی مواجهیم این وضعیت انفجاری که اتفاقا خودشونم هشدار میدن کارشناساشون هشدار میدن وضعیت خرابه از جمله امروز روزنامه حکومتی همدلی نوشته همدلی نوشته طبقه متوسط ایران تبخیر شده است بله. این به معنای این بی تفاوتی اجتماعی احساس کم اثر بودن و فلان فلان اینا به معنای آتش زیر خاکستر است خود اینا میگن حرفی که مقاومت ایران سالها زده و به قول معروف میگه که آه دل مظلوم چو سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند اون جوون ها و اون کانون های شورشی که این وضعیت میبینن طبعا هر روز تیزتر و تیزتر علیه چنین وضعیتی شورش میکنن بله با تشکر بسیار از شما و گفتگوی گرفت جنگل های ایران در آتش میسوزد سرمایه های طبیعی ایران خاکستر میشود علت چیست؟ یک رخداد شوم طبیعی یا بیعملی آمدانه گزارشی کوتاه و قضاوت با شما این روزها بسیاری از جنگل های کشورمان در آتش می سوزن. از جمله جنگل ها و مراتع زاگروس به نظر می رسد برخی از این آتش سوزی ها عمدی و مشکوک باشد در آتش سوزی های اخیر زاگروس چهل درصد جنگل های بلود منطقه حفاظت شده یا خاییز نابود شده است درخت بلود 75 درصد اکسیژن جهان را تولید می کند هر هکتار بلود 68 تن گرد و غبار هوا را رسوب و پاک می ارزش اکولوژیکی درخت بلود 200 هزار دلار در ایران دست کم 19 میلیون اصلی بلود نابود شده است ارزش این میزان درخت بلود 3 تریلیون و 800 میلیارد دلار است این عدد معادل بودجه عمومی بیش از 100 سال ایران است با اینکه رژیم پیشرفته ترین وسایل سرکوب را خریداری می کند اما برای آتش نشانی وسیله ای تهیه نمی کند آیا نابود سازی محیط زیست خیانت به نسل امروزی و آینده نیست در این قسمت برای نگاه به اونچه لابلای سطور روزنامه های 25 خرداد حکومتی اومده همراه میشیم با بخش روزنامه های حکومتی سلام بر شما سلام به شما و سلام به همه بینندگان و هممیهنان عزیز در هر کجا که هستیم تیتر مشترک روزنامه های حکومتی به دستگیری آخوند منصوری قاضی فراری رژیم اختصاص پیدا کرد و در واقع زیر این تیتران پروژه سفیدسازی آخون رئیسی جلاد دنبال میکنند. اما جدی ترین موضوع مشترک روزنامه های باند مغلوب هشدار نسبت به انفجار اجتماعی هستش که به بیان های مختلفی آمده مثلا روزنامه حکومتی مستقل اینطور نوشته بی توجهی مسئولین نظام به مطالبات مردم مشخصا در دو مورد اخیر عمران روشنی مقدم کارگر شاغل در هویزه و خودسوزی جانباز کرمانشاهی مایه تاسف عمیق برای کشور است شایسته نیست که مردم را به مقاومت در برابر فشار حداکثری دشمن و هم ویروس کرونا دعوت کنیم اما در برابر مطالبات به حق آنان کوچکترین تلاشی نکنیم روزنامه حکومتی همدلی هم با عنوان طبقه متوسط در حال تبخیر است مطلب اینطور نوشته فرد احساس کمبود و خلع می کند این خلاه ها طبیعتاً وقتی جمع شود می تواند عامل یک سری اعتراض ها هم شود این بی تفاوتی اجتماعی احساس کم اثر بودن احساس بی نخش بودن به معنای تسلیم شدن نیست به معنای آتش زیر خاکستر است آیا در روزنامه های امروز حکومتی راه برون رفتی هم از این بحران ها ارائه شده؟ باید بگم که توی روزنامه حکومتی امروز هم هشدار نسبت قیام به قیام و براندازی نظام با توصیه به تسلیم و مذاکره با آمریکا با هم اومده که نمونه‌هاش هم کم نیست من الان یکی از روزنامه حکومتی شرق وسطو میخونم که اولش هشدار داده اعتراضات آبان ماه 1398 این پتانسیل را داشت که به سرعت به یک فاجعه ملی و شورش‌های مستمر دنبال دار تبدیل شود اعتراضات سال 98 ویژگی هایی داشت که می به فاجعه تبدیل شود توی ادامش هم نسخه تسلیم برای شفای نظام پیچیده و از جمله نوشته مذاکره نیاز داریم و باید پیش از اینکه اقتصاد ما دچار بحران های جدی تر شود و بیش از این آسیب دیده و خدای نکرده دچار در همریزی شود مذاکره کنیم دقت کنیم که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 ما نباید وارد یک دوران پرتنش داخلی شویم. بله البته روحانی پیاپی از بهبود اوزادم میزنه و میگه در شرایط خوبی هستیم. بله همینطوره اما خوبه که پاسخه از تو خود روزنامه رژیم بدم که امروز تیترهای زیادی رو تو تمسخر ادعاهای آخون روحانی داشتن. تیترهای مثل دستور درمانی بورس می تازد. اما تولید در جا می یا یا خطاب روحانی نوشتن برای گرانی بیشتر آتش بس بگیرید و از اینجور تیتا بعضی از روزنامه هم تو جنگ و دعوای باندی به ادامه چپاول و قارت حکومتی از جیب مردم اعتراف کردن مثلا روزنامه جوان نوشته دارایی عظیمی به نام سهام عدالت که به دست نمایندگان دولت یازدهم و دوازدهم مدیریت شد در اختیار پنجاه میلیون مشمول سهام قرار نگرفت اما به گفته یک نماینده مجلس دولت دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان از سهام عدالت را به سود خود مصادره کرده روزنامه حکومت رسالت هم که دیروز اصلا خیلی سریعتر نوشته بود که دولت بالا کشید روزنامه حکومتی مستقلم امروز به نقل از سلواتی عضو مجلس رژیم تو دوره اول در مورد ادعای اقتصادی مجلس آخوندی و دولت روحانی نوشته قطعا مجلس یازده هم نمی تواند موجزه کند آیا می توانند به وضعیت ناب سامان خودرو را ساماندهی کنند؟ آیا می توانند قیمت خودروی پراید را به ده میلیون ده میلیون چند سال قبل و یا چهل میلیون دو سال پیش بازگردانند؟ آیا میتوانند قیمت ارزاق مردم را مهار و پایین بیاورند؟ آیا می توانند خط فقر را از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهند؟ و روزنامه حکومتی آرمان هم تو مطلب تنزش این ادعا رو اینجوری به تمسخر گرفته از جمله نوشته امروز با یک تیتر فوقالعاده از یک خبرگزاری نازنین شروع میکنیم تخم مرغ پرواز کرد یعنی دیگر مهم نیست اول مرغ بوده یا تخم مرغ مسئله اینجاست که قاعدتا مرغ خودش هم توانایی پرواز ندارد تخم مرغش که جای خود دارد تا اینکه در متن خبر خواندم که نوشته قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر 2000 تومان افزایش یافته است ما واقعا باید در یک فقره از مسئولان تشکر کنیم حالا که نتوانستیم پراید پرنده بسازیم تخم مرغ پرنده آپارتمان پرنده لبنیات پرنده اجاره خانه پرنده گیلاس پرنده و کلا تولید انبوه پرنده داشته باشیم خب با این مطلب رسیدیم به پایان نگاهمون به روزنامه امروز رژیم خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودیم